سلام سلام سلام، احوال شما چطوره؟ خوب هستین؟ خدا رو شکر. سارا هستم از کانال ماش تیوی. منم مسعودم. خیلی خیلی خوش اومدیم به کانال ما. امروز من و سارا اومدیم بهتون نشون بدیم که تو یکی از بزرگترین کارواش های زنجیره آلمان اصلا اوضاع چجوریه. تا حالا کانال ما رو سابسکرایب نکردین، لطفاً حتما سابسکرایب بکنید. اگه کار رو دوست داشتید لایک یادتون نره، کامنت بذارید، من به تمام کامنتاتون جواب میدم و بریم که داشته باشید. امروز اومدیم مستر واش، یکی از کارواش‌های بزرگ زنجیره آلمان که هم پمپ بنزین داره، هم تعویض روغنی داره، هم کارواش داره، میشه ماشینش جز. خب یه چیز جالبم خواستم براتون بگم، توی آلمان اینجوری مثل تو ایران نیستش که یه قیمت ثابت داشته باشه بنزین، هر پمپ بنزینی تعرفه بنزین خودشو داره. تقریبا قیمت‌ها روی یه رنج هستن، ولی بعضی از پمپ بنزینا همیشه ارزان‌ترن و بعضی از پمپ بنزینا همیشه گران‌ترن. مثلا پمپ بنزین آرال و شل جز گرونا هستن همیشه. پمپ بنزینای جت با همین مستر واش که زیاد پمپ بنزین نداره به خاطر اینکه زیاد کارواش نداره، مثلا تو شهر اشتوتگارت مستر واش دو تا هستش، بعضی از شهرها اصلا ندارن، جز پمپ بنزینایی هستن که بنزینشون از جای دیگه ارزان‌تره. و این ساعتی هم متغیره، مثلا ممکنه تو صبح بزنی یا یک ساعت بزنی، بعد از یک ساعت مثلا بنزین قیمتش عوض بشه. بالا پایین شدنش هم خب با همون قیمت اوپک و نفت جهانی بالا پایین میشه. اونایی که گرونترن خیلی گرونتر میشن، اونایی که ارزونترن یه خورده گرونتر میشن وقتی گرون میشه. الان در حال حاضر نمیدونم بنزین لیتری چنده، میرم میزنم میام بهتون میگم. حالا اگه شد به سارا میگم یه که فیلمم بگیره. الان اینجا هم به نشون میده که بنزین لیتری یک اورو تقریبا 73 سنت، 72.9. بزنیم اینو پرش کنیم. ما بنزین رو زدیم تموم شد، شد 53.63 سنت که میشه 31 لیتر بنزین. برم پرداخت بکنم، همونجا هم میتونم پول کارواش رو بدم، بعد بریم تو صفحه کارواش. خب میخواستم اینو براتون بگم که رفتم برگه گرفتم که بریم تو صفحه کارواشش. خب کارواشش اینجوریه که چندین نوع مختلف داره، فقط بیرون داره، تو و بیرون داره، که ما امروز فقط بیرون رو گرفتیم، توش میخوایم خودمون تمیز بکنیم، من و سارا با هم دیگه، به خاطر اینکه یه خورده ماشین زیادی کثیفه، توشو باید خودمون تمیز کنیم. چون دفعه قبل دادم توشو تمیز کردن، روی یه ریل قرار میگیره، میره رو به جلو، بعد یه مدت زمانی داره، مثلا فکر میکنم 4 تا 5 دقیقه طول میکشه این ریل تا انتها برسه و تو ماشین دوباره تحویل بگیری. بعد پرسنلشون، اون کارمنداشون میان داخل ماشین شروع میکنن تمیز کردن. ماشینم انقدر توش کثیفه، وقت نکردن دفعه قبل توشو کامل تمیز کنم، مجبور شدن دو سری برم، ولی خب سری دومشو مجانی بهم دادن که رفتم، گفتم داخل تمیز نشده. ولی امروز میخواستیم خودمون دوتایی با همدیگه یه حالی به ماشین بدیم. بعد فقط الان دورشو برامون میشورن، البته توی دستگاه میریم و اینکه میایم اینجا نشونتون میدم جریان چیه. خب همینجور که میبینین ما داریم میریم داخل این قسمت که ماشین شسته بشه. ما اینجا باید این کارت رو تحویل بدیم. الو، دانکشود، دانکه.
گرم شد نه؟ قسمت هم قسمت خوشکنشه که اول باد خنک میزنه، آوا میریزه پایین، بعدش هم باد گرم میزنه. سمت راست اگه نشون بدی یه جا نوشته شتاب زاگ حاله، اینجا یه که ما میخواییم بریم. از این طرف میرن داخلش رو تمیز میکنن، هند واشه یعنی با دست تمیز میشه، شتاب زاگ حاله یعنی جایی که جارو برقی و یه سری چیزای هوا هست که استفاده میکنی که توی ماشین رو میتونی خودت تمیز میکنی. بریم که کار دستی رو خودمون شروع کنیم. بعد اگرم نگاه بکنید اون جلو نوشته که کوستن لوس شتابزاگ نخت آتو بشه، یعنی که شما میتونید بعد از اینکه ماشینتون رو شستین بیان اینجا مجانی هر چقدر خواستین، یعنی هر ساعتی که خواستین میتونید از این دستگاه استفاده بکنید و اینجا خیلی بزرگه، به خاطر همین محدودیتی توی ساعت استفادهش ندارین شما. من میرم یه جایی که خلوت باشه بتونیم راحت کارمون رو انجام بدیم. بکنم اینجا خوب باشه، اون جلوتر بریم اینجا که خودمون باشیم و خودمون. امروز کار رو دادیم دست کاردون. برو یه توضیح بده اینجا چیه؟ این دستگاه چیه؟ اون قسمت واسه یه رو فرشیه اتومبیل هستش. اتومبیل گفتی کاردون، یه ذره کلاس هم بردم بالا. اتومبیل ایشون هم این موکت ها رو در این محفظه قرار بدیم و تمیز میکنه. این هم مقدار آب لازم برای دستشویی. آره آبش ولی نوشته که برای نوشیدن نیست. خب اینجا جارو برقیشه، اینو که در بیاریم جارو برقیه. بذاریم من نشون تو بدم. سارا رو میکشه تو. این جارو برقیشه و بیا اون هواش هم نشون بده. این رو هم ما استفاده میکنیم. باد میزنه. برای کجاستی؟ برای رو داشبورد که دیگه آدم نمیتونه جارو کنه. اینو میزنه که خاکا بریزه پایین. ما اینا رو هم گرفتیم که دیگه خودمون تمیز بکنیم، یه سری کفه و نمیدونم از این دستمالا برای تمیزکاری و این چیزا.
اینا رو هم گرفتیم که الان دیگه بریم تو کارش. چجوریه؟ من تا حالا خودم هم اینجوری استفاده نکردم، یعنی همیشه دادم ماشین رو داخل و بیرونش رو شستم. اولین بار میخوام بذارمش تو این دستگاه. بذار توش ببینیم چجوری میشه. آینه میذاری تو اینجا، یه پدال داره، این پداله رو باید پاته بذاری روش، نه مستقیم بکن توش. سارا این کاره بودی یا؟ کامل تمیز شد. این میدونی چقدر کثیف بود؟ این به اندازه این کثیف بود. بذار این نشونتون بدم. به اندازه این کثیف بود و این رنگی بود. خیلی خوب شد. ما اینا رو هم گرفتیم که ببینیم باشون چی کار میشه کنه. این با این داشبورد رو تمیز میکنه، با این شیشه رو تمیز میکنه. این هم گرفتیم، یه لکه داره داخل ماشین، بیا اینجا نشونت بدم. این کور رو اینجا رو نشون بده. این لکه که اینه میبینیم، این اینه گرفتیم باش اونو پاک کنیم. حالا نمیدونم یه اصلا جواب میده یه اصلا چی هستی. برف شادی. بچه ها میبینی که همزی که میبینی برف شادی گرفت. بریم بزنیم بدیم چی میشه. چه بویی میده؟ پاک میشه؟ امیدوارم پاک بشه. خیلی خوب به نظر. یعنی من توی نگهداری از ماشین نباید اینا رو بگم ولی میگم، نه نگهداری نه، توی رسیدگی به ماشین صفر هم بعد بخاطر همین خیلی چیزا رو بلد نیستم، یعنی بعضی چیزا رو دیدم یاد گرفتم، خیلی چیزا رو نمیدونم. مثلا این برف شادی رو اولین بار دارم استفاده میکنم. خب همونجور که میبینی همه چیزامون هم نوعه دیگه. این که نوعه نشونه اینه که من هیچ وقت خودم این کارا رو نکردم. حالا یعنی اینو بکشیم که پاک میشه. تاثیری کرده رو به تو؟ نه یه بار دیگه باید این سره یه بزاری بکنم. یه تکونیش داره؟ تکون؟ من تکونش ندادم. فکرم باید تکونش میدادیم. او بسه؟ ببین کار به کجا رسیده، من از سارا میپرسم. خب بذاریم بمونه بره توش یا چیکار کنیم؟ آه خوبه بعد با جارو برقیه روش بکشیم، شاید بکشه ببره. چرا دیگه، رطوبتش رو میکشه میبره. حالا اینجوری امتحان میکنیم، یه دور اینجوری امتحان کنیم. خیس عرق شده. خواستم یه چیزی بهتون بگم، خیلی ارزششو داره که شما به این پول بدین کارتون رو براتون انجام بدن، مگر اینکه سارا همراهتون باشه و فیلم برداری نکنه. اگه سارا همراهتون بود کمک کرد خوبه، ولی اگه سارا شد فیلم بردار کی سر از میشه. حواستون به این نکته باشه. چی شد اینجا؟ پاک شد؟ چی؟ پاک شد اینجا؟ دیگه اینجا هم پاک شد و میبینیم که هیچ اثری نیست از این نوشابه. بچه ها یعنی برف شادی بگیرین بزنین پاک کنین، اینجوری بهتون بگم. مارک برف شادیش هم از این هاست، نمیدونم مارکش چیه. اینه خیلی خوب بود، این خیلی تو مخم بود ولی پاک شد. فرش های ماشین هم همینطور که میبینین انداختیم و همینجور که میبینید یعنی معلمه، مثل معلم ها حرف میزنه. همینجور که میبینید ما کارمون تموم شد. خب رفقای گل، امیدوارم که از ولاگ امروزمون لذت برده باشید، چیزی به درد بخوری توش پیدا کرده باشه. حالا به هر حال به درد یه نفرم بخوره برای من خوشحال کننده است.
اگه کارامون رو دوست داشتین لایکمون کنین، کامنت بدین، من تمام کامنتاتون جواب میدم. اگه سابسکرایب تا حالا نکردین لطفا حتما سابسکرایب بکنید و اینو بدونید که ما شما رو خیلی دوست داریم.